همکارم فرزانه بسپور در همین ارتباط اینجا در استودیو همراه ما هستش. فرزانه، از نخستین روز همایش برای ما بگو. خب در نخستین روز گروه های افرادی از در واقع داخل و خارج از کشور حضور داشتن، مشخصاً از کسانی بودند که از درون زندان پیام های صوتی فرستادن، مثل مصطفی تاج‌زاده، نرگس محمدی، فائزه هاشمی و مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی و کسانی هم به هر حال از درون ایران در واقع پیام های تصویری فرستادن. و این در واقع جلسه به واسطه اینکه از چهره های فعال مدنی سیاسی متنوعی درش حضور دارن حائز اهمیت هست و اولین نشستیه که با حضور کسانی در داخل و خارج از کشور داره برگزار میشه. من میخوام به بعضی از این در واقع صحبت ها اشاره کنم، از جمله صحبت های هاشم آقاجری، فعال سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، که پیام تصویری برای این همایش ارسال کرد و اشاره کرد به آخرین بیانیه امیر حسین موسوی و گفت که موضوع تدوین قانون اساسی و مجلس مؤسسان بایستی در واقع اولویت قرار بگیره و اینکه خواست یعنی نیاز چنین تدوین قانون اساسی یک نظام سیاسی بدیل هست که بایستی مؤلفه هایی بر اساس رفع تبعیض های جنسیتی و قومیتی بر اون بنا بشه، اما خب همچنان نیاز هست که راجع به استراتژی گذار به یک نظام سیاسی بدیل بحث بشه. افراد دیگری از جمله آقای مصطفی تاج‌زاده هم در این نشست پیام مکتوبی فرستاد و او که خب در زندان هست و از چهره های سرشناس جریان اصلاح طلبی محسوب می شد، مدت هاست که از اصلاح طلبی عبور کرده و به باور او در واقع نظام ولایت فقیه یک نظام شکست خورده است و اساسا حکومت مادام العمر یک در واقع حکومت شکست خورده است، حالا چه عرفی چه سکولارش. او معتقده که نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی، نقد او و رفتار و گفتارش که اختیارات مطلق داره، بایستی وظیفه همه شهروندان ایرانی باشه و سرنوشت میهن رو نبایستی به دست یک نفر سپرد. او هم کسی که با خطاهای خود فرصتهای زیادی رو از کشور گرفته، بر مخاطرات ملی افزوده. همچنین به عنوان یک مسلمان آزادی خواه معتقده که ما با استبداد مخالفیم، اما در این حال مخالف اسلام نیستیم، بلکه معتقدیم این اسلام قشری، ارتجایی و متکی به زوره که داره بیشتر این آسیب رو به دین میزنه. غیر از مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌هایی که خب به هر حال برای از طیف درون حکومت بودن زمانی، مثلا نرگس محمدی که به هر حال سابقه اصلاح طلبی هم او داشت، او هم در پیامی که برای این نشست فرستاده معتقده که بایستی برای نجات مردم، برای نجات ایران، برای نجات دین در واقع کاری بشه، چون او هم دین رو در خطر میبینه هم مردم و ایران رو. او معتقده که برای اینکه چه باید کرد برای نجات ایران، بر ادامه مبارزات مدنی، تقویت همبستگی تاکید میکنه، برگزاری رفراندوم برای ایجاد تغییرات اساسی رو مد نظر قرار میده و تو معتقده که یکی از سوالات رفراندوم باید این باشه که اصلا ما یک رهبر باید داشته باشیم یا نه و اصلا به رهبر در کشور نیاز هست یا نه، حالا غیر از بحث حجاب اجباری و سوالات اساسی مثل سیاست خارجی متوازن و برقراری رابطه با کشورهای دیگه. غیر از اینها خانم نرگس محمدی هم که فعال حقوق بشر هستند، عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودند، همین در زندان هستند، او هم پیامی رو برای این همایش ارسال کرده. او هم معتقد به گذار از جمهوری اسلامیه و اساساً میگوید که آیا با وجود حکومت جمهوری اسلامی امکان زندگی وجود داره، که در واقع یک سوال استفهامی است. اینکه ایده گذار از جمهوری اسلامی به عنوان یک ایده فراگیر در جامعه امروز شناخته میشه و جنبش‌های خاص خودم به وجود آورده و این جنبش‌ها خواهان تغییرات اساسی و بنیادینن و در تمام حوزه‌های زندگی هم خواهان چنین تغییراتی هستن و اینکه برای نجات ایران بایستی با حکومت استبدادی و دین ستیز جمهوری اسلامی مقابله کرد، در هر خیابان، هر محله حضور داشت و اونها رو سنگرهای مقاومت کرد. اما راهبرد تقویت این همبستگی اجتماعی میتونه نهادهای مدنی مستقل باشه. خب خود خانم
نرگس محمدی از یک جریان کانون مدافعان حقوق بشر میاد و الان تاکیدش به اینه که ما بایستی تلاش کنیم همزمان با درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی، درخواست برای آزادی نهادهای مدنی سیاسی رو هم جزو مطالباتمون مطرح کنیم. از دیگر کسانی که در این همایش صحبت کرد، آقای عزیز قاسمزاده است، فعال صنفی معلمان. اولویت رو به موضوع آموزش و پرورش و به خصوص آموزش و پرورش رایگان میگذاره. بخشی از صحبت‌های آقای قاسمزاده رو بشنویم بعد بریم و برگرد. واقعا برای نجات ایران لازم است که آموزش پرورش مرکز همه تغییرات و تحولات بنیادینی باشه که ما در نظر داریم. یعنی اگر قراری که ما ایرانی دیگر رو تجربه بکنیم که کم از گرفتاری هایی که الان درش دخیل هستیم، انواع و اقسام گرفتاری هایی که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی گرفتار اومدیم، علت العلل مسائل به نظر این جانب عنوان یک معلم آموزش پرورش ویرانی است که نظام جمهوری اسلامی به ارمغان این ملت آورده. بله، صحبت‌های عزیز قاسمزاده رو با هم دیگه شنیدیم. برمیگردیم به فرزانه با جزئیات بیشتر. بله، آقای قاسمزاده معتقدند که به حال اولویت رو بایستی گذاشت آموزش و پرورش رایگان، اون هم به خاطر اینکه دانش آموزان در این روزها به حال در این سالها هزینه تحصیل دارن می‌پردازن و خب فشار زیادی داره به خانواده‌ها میاد در این شرایط اقتصادی. اما کسی دیگری که میخوام بهش اشاره کنم آقای عدنان حسن‌پور، او پژوهشگر مطالعات کردستان و روزنامه نگار هست و از موضوع انتقادی به جریان‌های سیاسی فکری که در حال حاضر در کشور و خارج از کشور وجود داره صحبت کرده. معتقده که اینها شناخت کامل و واقعی از وضعیت موجود ایران به ویژه به لحاظ اجتماعی ندارند و این نگاهشون بیشتر مرکزگرا بوده و توجهی به حال استانهای پیرامونی ندارن. به حال ایشون از کردستان میان اما بحثشون فراتر از کردستان و نگاه در واقع بومی به حال مناطق پیرامونی است و معتقده که اون چه که به حال جریانات سیاسی ارائه میدن چشمانداز قابل قبولی برای گروه های و جریاناتی که در زمره اقلیت های قومیتی محسوب میشن نداره، چون در باز نگاهشون به اینه که قدرت، تجمیع قدرت در مرکز اتفاق بیفته و در واقع این مرکز هست که تعیین کننده همه اتفاقات سیاسی است، در حالی که به باور ایشون جریانات کردستان یا جریانات قومی راه گذار برای جمهوری اسلامی رو دارند. اگر تا الان وارد صحنه نشدند یا بحثی نکردند، برای اینکه احساس میکنند که در واقع همچنان در حاشیه قرار گرفتند و دیده نمیشن. بنابراین این خاص مرکزگرایانه با رد مطالبات خودمختاری که بعضن توسط گروه‌ها و جریاناتی داره مطرح میشه، با یک فوبیایی از تجزیه طلبی مطرح میشه در حالی که چنین چیزی نیست. خلاصه عرض کنم که موضوع این همایش که با بنابر گفتگو برای نجات از ایران بوده و حضور چهره‌هایی از فعالان داخل و خارج از کشور در این همایش قدم بسیار مثبتی است و حالا فردا شب هم این جلسه ادامه داره و احتمالاً افراد بیشتری صحبت خواهند کرد. فرزانه ممنونم از تو، میدونم که در بخش‌های دیگه هم با تو خواهیم بود. حتما. در این همایش مجازی همونطور که گفته شد، هاشم آقاجاری فعال سیاسی و استاد دانشگاه هم صحبت کرد و گفت جامعه ایران خواهان گذار مسالمت‌آمیز اما انقلابی از جمهوری اسلامی به یک نظم سیاسی بدیل است. بخشی از صحبت‌های رو بشنوید. تبعیض سیستماتیک از هر نوعش، اهم از تبعیض‌های جنسیتی، اتنیکی، مذهبی، دینی، در چارچوب قانون اساسی موجود ممتنع. وجود یک نهاد مادام العمر غیر پاسخگو با اصل حاکمیت مردم و اصول دموکراتیک ناسازگاره. لذا اصول و مؤلفه های نظم سیاسی آینده که سازنده نوعی جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی نهاد دین از حکومت و به رسمیت شناختن برابری
همه ایرانیان بدون توجه به ویژگی های همچون جنسیت، قومیت، مذهب، ایدئولوژی و سایر ویژگی های تبعیض آفرین نشان دهنده یک نظم سیاسی دیگر است.